شکر. راستش با این برنامه های عالی که امروز تک تکمون تجربه کردیم از گروه کانون شادی و مربیان زحمتکششون، گروه پر افتخار امیدان که اینطور هر روز بیشتر دارم میدرخشم، فقط میتونم بگم امسال بیشتر از هر سالی محو واقعه راز عظیم تجسم این خدای زنده، خدای واحد حقیقی شدم. فقط تنها احساسی که در قلبم با این کلمات میتونم بگم، واقعی که کتاب‌ها و تومارها گنجایش اونو نداره، هیچ کلمه‌ای، هیچ واژه‌ای رو نمیتونیم به تصویر بکشیم تا این راز عظیم تجسم رو بتونیم منتقل کنیم. عزیزان، واقعی منحصر به فرد، واقعی که در میلیون‌ها انسان، انسان‌های تشنه، انسان‌های حق‌جو، انسان‌های آگاه، روحی سرسپرده، روحی تسلیم به وجود آورده. این واقعه عظیم و غیر قابل به تصویر کشیدن با واژه‌ها، کتاب‌ها، تومارها که در میلیون‌ها انسان‌های آگاه و تشنه، خوشی روح القدس، سرودها و جشن‌ها رو در بطن‌های ما فرمان داده. عزیزان، این عظیمترین، این والاترین، این عجیبترین، این قدرتمندترین واقعه تاریخ بشریت رو عزیزان با هیچ زبانی، با هیچ واژه‌ای، با هیچ تعلیمی انسان محدود نمیتونه بیانش کنه. میتونم بگم تنها و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که حداقل کمی سزاوار این شاه شاهانه، این خدایی که آفتاب عدالت ما شد و در شبهای تاریک و ظلمانی پر از گناه و تاریکی و چه کنم های ما طلوع کرد عزیزان و پاهای تک تک ما رو در مسیرهای صلح و سلامتی گذاشت، تنها و تنها واکنش سزاوار این شاه شاهان فقط اندکی سکوته با سرهای خم شده که نشانه تکریم و تعظیمه. بذاریم چند لحظه در سکوت باشیم. آمین. الان میتونم با قلبی که مملو از عشق عیساست به تک تک شما عزیزان بگم تجلی عشق بر شما عاشقان عیسی مسیح مبارک باد. آمین. تجلی خدای نور بر شما تک تک نور جهان مبارک باد. میلاد خدای قهرمان بر شما جان نثاران، بر شما سرسپردگان مبارک باد. خدای عشق و محبت ایثار عزیزان بر شما پیروان عیسی مسیح خداوند مبارک باشد. باشه که در این روز خاص، در این روز بزرگ، در این روز عالی با کمک روح القدس بتونیم با امداد الهی کمی بیشتر، فقط کمی بیشتر
به ارتفاعات شناخت میلاد خدای عشقمون حرکت کنیم. آمین. باشه که امروز نه تنها جشن و شادی ما، پایکوبی ما آنطور که شایسته شاه شاهان برگزار بشه، بلکه فقط به اینجا ختم نشه عزیزان، فقط به این ختم نشه که سرود بخونیم و برنامه هایی رو اجرا کنیم و موعظه رو گوش بدیم، باشه که یک قدر بیشتر حرکت کنیم به سوی شناخت میلاد عیسی مسیح. چون وقتی دنیا رو نگاه میکنیم عزیزان، انسانهایی که عیسی رو نمیشناسن برای این روز خاص تدارکات خاص میبینن، هیجانات خاص میبینن. باشه که کلیسا لابلای زرق و برقا هیجانات عادتگونه یادش نره که عیسی مسیح خداوند برای چی روی این زمین اومد. آمین. باشه که ما هم دیگه به سوی شادی بیشتر، سلامتی بیشتر به وسیله شناخت میلاد عیسی مسیح حرکت کنیم. وقتی از اون به اتفاقاتی که هول و هوش پیرامون تولد عیسی مسیح نگاه میکنیم، میبینیم چقدر غیر واقعیه، چقدر این داستانهایی که میشنویم در کتاب مقدس میخونیم، داستانهای حقیقی، چقدر غیر واقعیه نیست؟ چقدر به سم ما انسان ها مثل یه دروغ بزرگه. خدا انسان شد، خدا انسان شد. چطور این جمله با منطق و استدلال های انسانی ما منافات داره؟ خدا انسان شد. چقدر برای عقل ما قانونمندی های انسانی ما عزیزان مشکل ایجاد میکنه، درسته؟ بهتر از طریق کلام خدا به این واقعی عظیم غیر واقعی از طریق ذهن انسانی نگاهی بکنیم. از طریق کتاب لوقا باب 1 آیه 26 تا 35 مروری با هم میکنیم، قرائت میکنم. آمین. که همطور که با گوشهای جانتون گوش میکنین واکنش درست به کلام مقدس نشون میده، این فیض جاری میشه و روح القدس پرده برداری کنه. آمین. در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد تا نزد دوشیزه مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود یوسف، یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت سلام بر تو ای که بسیار مورد لطف خداوند هستی. مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید این چگونه سلامی است. اما فرشته وی را گفت ای مریم مترس، لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری. او بزرگ خواهد شد و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او هرگز زوال نخواهد پذیرفت. مریم از فرشته پرسید این چگونه ممکن است زیرا مردی با من نبوده است؟ فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند، از این رو آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک الیزابت که از خیشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد، آری او که میگویند نازاست. در ششمین ماه آبستنی است زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مریم گفت کنیز خداوند هستم، آنچه که گفتی بشود. عزیزان تمام وعده هایی که تو این متن داده عالی، امید بخش، ولی وقتی به جریانات تولد این پسر یگانه پدر نگاه میکنیم، منظورم اینه اگه مریم مبارک بود و نعمت رسیده بود، چرا عزیزان در حالی که 9 ماهه بود
باید سفر سختی رو از ناصره به بیت لحم طی می‌کرد. چرا خدا کاری نکرد که در وضعیت بهتری او زایمان کنه؟ چرا در مهمانسرا برای او جایی نبود؟ چرا خدا کاری نکرد که پسر خدا، پسر یگانه و عزیزش در ارج و قرب بیشتری متولد بشه؟ عزیزان، وقتی به حقیقت واقعه میلاد عیسی مسیح نگاه میکنیم، عزیزان، چقدر با این چیزایی که به خورد ما میدن سالیان سال شب میلاد عیسی مسیح، پر از نور، بخور، موزیکای عالی، پاپا نوئل میاد، نمیدونم عطرهای نمیدونم دلانگیز، تمام این تصورات هالیوودی که به خورد ما میدن عزیزان، تمام این لحظات افسون کننده، چقدر حقیقت کلام خدا عزیزان در تضاده با تمام این چیزهایی که به خورد انسان میدن و کاملا شک برانگیز عزیزان که یوسف در اون آخر، در اون استبل بوگندو چنین حال و هوای افسون کننده ای داشته، مخصوصا مریم با اون تقلا و درد، دردهای جانسوز، بدون هیچ کمکی داره تقلا میکنه، کشمکش میکنه، هیچ قابله در دسترس نیست تا پسر خدا رو به دنیا بیاره. صدای یوسف رو میتونیم امروز با گوشهای جانمون بشنویم، فرشته چی گفت؟ چه در باغ سبزی نشون داد؟ پسر خدا که تخت داوود، پادشاهی داوود به او عطا خواهد شد. چی شد؟ وعده های خدا. راستی چرا این همه اتفاقات حقیرانه، محقرانه و غیر واقعی حول و حوش میلاد عیسی مسیح اتفاق افتاد؟ آیا این نکات قابل تعمق نیست عزیزان؟ من ایمان دارم که امروز از طریق تمام این اتفاقات ناهمگون خدا میخواد یک پیام های دلگرم کننده برای من و تو داشته باشه عزیزان. خیلی موقع زندگی ما اونطور که دلمون میخواد پیش نمیره، همه چیز غیر واقعی به نظر میاد، مخصوصا ما ایمانداران که وعده های خدا رو دریافت میکنیم، وعده ها طلاییه، ولی وقتی تو زندگیمون میریم میبینیم همه چیز برعکس شده، دنبال سلامتیم بیماری میاد، دنبال پیروزیم شکست میاد، نیست؟ یا شما از ما بهترون هستین؟ انگار زندگی ما، خدمت ما عزیزان با وعده های خدا، با محبت پدرانه خدا اصلا جور در نمیاد. یه موقع میگیم اگه پدری چرا باید توی آبهای بسیار تقلا بزنیم؟ ولی عزیزان، اما کلیسا بگه اما، بعد از گذشت 2000 سال تمام اون وعده های غیر طبیعی، تمام اون وعده های غیر منطقی، غیر واقعی، میبینیم که به وقوع پیوست. آمین؟ خیلی وقتا زندگی من و تو مثل یوسفه، پر از چراهاست، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم، در آخر داستان همه چیز منطقی و قابل درک خواهد شد. اگه هنوز تو چالش هایی و روزها منتظری، فقط نشانش اینه که هنوز به آخرش نرسیده. آخرش همه چیز منطقی و قابل درک خواهد شد. و پیام دیگه‌ای که اینقدر پسر خدا در فلاکت و درد و کشمکش و تقلا زندگی کرد، به خاطر اینکه امروز بتونه شریک ضعف‌ها، دردها، کشمکش‌ها، تقلاهای من و تو باشه. اگه پسر خدا در یک هتل 4 ستاره به دنیا می آمد، در یک خانواده ثروتمند به دنیا می آمد، عزیزان امروز تو می گفتی وای هللویا، ثروت چه کاری که نمی کنه. اگه در توی خانواده سرشناس و متمول به دنیا می آمد، می گفتی وای خدای من، واقعا کی میگه که پول بده؟ ثروت چه کاری که نمی کنه. اگه در خانواده هیرودیس های زمانه به دنیا می آمد، می گفتین قدرت
چه کاری که نمیکنه. اما عیسی مسیح یه دختری ساده در کم اهمیت ترین شهر سامره، ناصره، زنه مرد نجار، کسی که تمام زندگیش در درد و اندوه بود و در آخر منتهی به صلیب شد، این زندگی عیسی بود عزیزان. کسی که تولدش توسط حیوانات اهلی با بوهای نامطبوع محاصره شده بود، تا امروز تو بگی محبت حقیقی چه کاری که نمی کنه. هللویا، آمین. محبت حقیقی چه کاری که نمی کنه. محبت خدا جسم گردید، خدا جسم گردید و میان آدمیان ساکن شد. عزیزان، شخصی در چاه می افته، یه بودایی میره بالای چاه، بهش میگه ببین تمرکز کن، یه مانترا هم بهش میده، تمرکز کن، به خودت بیا، همینجور تو ذهنت قوی میشی، بالاخره میای بالا. یه یهودیه میره بالای چاه، نگاه میکنه، میگه اه افتادی تو چاه، فقط قربانی های صبحگاهی و عصرگاهی رو بگذرون، یه فرجی خواهد شد. یه آیت الله میره بالای چاه، میگه افتادی تو چاه، الله فقط خداست. یه روز پنج بار دولاروس شو، انشاءالله تا حالا شاید مورد مغفرت قرار بگیری. اما عزیزان، عیسی مسیح خداوند تای چاه گناه وقتی بودیم، هلاکت بودیم، خودش به تای چاه اومد، ما رو شونه های پر از رحمتش حمل کرد. عزیزان، فقط تایچا نایمد، ما رو بالا برد، روی زمین مستحکم صخره گذاشت. نه فقط بذاره بگه چوز 124 پیغمبر میاد یه چیزا یادت میده، بلکه قدم های ما رو برای راه رفتن در زمین استوار و صخره گونه، در زمین راه و راستی و حیات استوار کرد، محکم کرد. نه فقط همین، بلکه رخت های نوحگری رو از تن ما در آورد و سرودی تازه بر دهان ما گذاشت، یعنی حمد خدای ما. هللویا. این سرود من و توست عزیزان، اگه آگاه و هوشیار باشی به کار خدا در جلجتا، که داوود گفته انتظار بسیار برای خداوند کشیدم تا به من مایل شد، به تای چای هلاکت و گناه اومد، منو بلند کرد، روی زمین مستحکم گذاشت، قدم‌های منو محکم کرد و سرودی تازه بر دهان من گذاشت. این سرود زندگی من و توست، حمد خدای ما. تا امروز تو بگی محبت چه کاری که نمیتونه بکنه. آمین. و همین دلیل از محبت حقیقی در خدای جسم پوشیده، در عیسی، تولد او، زندگی او، در تمام واقعه های غیر واقعی که به چشم انسانی غیر واقعی و در تضاده، با تمامی مکاتب، با تمامی مذاهب در تضاده، خدا در اون استبل عزیزان با محدودیت ها و فلاکت های بشر تصمیم گرفت نه فقط در استبل، در یه آخر به دنیا بیاد، از همون کودکی در معرض خطر قرار بگیره، از زندگیش روی صلیب میخکوب و منتهی بشه، برای نجات بشری عزیزان، برای نجات من و توی که گاهن حتی کم میاریم او رو اونطور که شایسته است قدردانی کنیم. بارها گفتم خدای ببخش پرستش های حقیرانه منو. خدا با تجسم پرشکوهش بین بشر به ته چاه هلاکت من و تو اومد تا شریک ضعف‌های من و تو بشه. نه فقط همین، بلکه من و تو رو این قدرت داد عزیزان که در اثر قدم‌های او بعد از این زندگی کنیم. و پیام دیگه‌ای که خداوند به ما میده از طریق این متنی که خونیم، از طریق یوسف چه پیامی داد عزیزان در آخر، همه چیز
عالی خواهد شد، به خیریت مبدل خواهد شد، درسته یا نه؟ در چراهای تو اگه هنوز هستی، هنوز آخرش نرسیده. از طریق عیسی چه پیامی گرفتیم؟ دردها او شریک رنجهای ما شد. اما فرشته هم، مریم هم برای ما یه پیام عالی داره. در آیه 34 زمانی بود که فرشته مژده تولد عیسی رو به مریم داد. تو اینک باکره حامله شده، آبستن شده و پسری خواهد زایید. عزیزان، من فکر میکنم تکانده ترین و جاهلانه ترین عزیزان خبری از خدای حکیم که به انسان داده شده. در اون وضعیت مذهبی، در اون تعصبات فرهنگی اون زمان، عزیزان میتونست و تونسته حتما این خبر تکان دهنده تمام سیستم ارزشمندی انسان رو در اون زمان فرو بریزه، بشکنه و حتما عزیزان حتما میتونست روح مریم رو هم در اون شرایط بشکنه، داغون کنه. چون مریم اونجا پریشون میشه و با حیرت میگه، با اون عزیزان اینو میخوام توجه کنی، با اون حجب و حیای خاص یه دختر خدا ترس که چقدر کم میبینیم، یه موقع گاهن سرشو پایین میندازه، با سادگی، با خدا ترسی، با شرم و حیا میگه آخه این چگونه ممکنه؟ چون که تا حالا هیچ مردی با من، منو لمس نکرده، با هیچ مردی رابطه نداشتم. و فرشته بعد از یک توضیح مختصر چی میگه؟ آیه 37، زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن است، ناممکن نیست. آیا نزد خدا امری هست، مشکلی هست که حل شدنش ممکن نباشه؟ نمیدونم الان افکار تو دور چه چیزی میچرخه، نمیدونم چه زندگی داری، چه آرزویی داری، روی چی داری تمرکز کردی عزیز من امروز که به نظر غیر ممکن میاد، حل نشدنیه. میخوام امروز روی یه چیزی متمرکز بشی عزیزان، روی یه چیزی. حاضرین با من؟ فقط روی یک چیز به قوت الهی متمرکز باش که به صورت یک نبوتی به تویی که در این چالش هستی گفته میشه. برای خدا اون چالش تو ممکن خواهد بود، اون چیزی که داری توش دست و پا میزنی ممکن خواهد بود، زیرا هیچ امری نزد خدا غیر ممکن نیست اگر جان تو منتظر خداست، نه منتظر انسان ها. عزیزان مزمور 130 چقدر زیبا میگه، عاشق این کلام و این حقیقت بزرگم، جان من منتظر خداست، جان من منتظر خداست، زیاده از منتظران صبح. در ترجمه دیگه میگه زیاده از نگهبانان صبح. بلی، جان من منتظر خداست. عزیزان یه حقیقت خیلی شگرفی در این متنه. اون موقع ها، در اون زمان ها، نگهبانان شبا تا صبح را میافتادن تو شهر، یه شیپور بر میداشتن، چی میگفتن؟ آسوده بخوابین، شهر امن و امانه، که مردم در یک آرامش باشن. اگه کسی ترسی داره، کابوسی دیده، این صدا رو بشنوه، این بشارت خوش رو بشنوه، در آرامی استراحت کنه. ولی همینطور که مردم رو در سلامتی و آرامش هدایت میکنن، خودشون عزیزان زیرچشی منتظر بودن که کی این شب سیاه بالاخره تموم میشه، کی پایان شب سیاه سفید میشه، کی صبح میشه. نمیدونم تا حالا شب تا صبح کسایی بودن کار کردن؟ من یکی دو بار تو ایران شب تا صبح باید پیش یک کسایی، دو نفر بودن که بیماری خیلی مهلکی داشتن که لحظات آخر عمرشون بود و من باید تا صبح بالای سر اینا میستادم، وای میستادم، دعا میکردم، تسلی میدادم. هیچ وقت یادم نمیره، اون محیط یه بخش خیلی بدی بود، پر از بوی خون بود و من با اینکه تسلی میدادم، دعا میکردم، ولی تمام قلبم طلب طلوب میکرد، لحظه شماری میکردم کی صبح میشه، کی از اینجا فرار میکنم. عزیزان
اگه با این انتظار اومدی اینجا، انتظاری مثل منتظران صبح، نگهبانان صبح، گمان مبر که چیزی دریافت کنی. چیزی برای تو پیش نمیاد. چرا که نگهبانان صبح عزیزان در حد امورات طبیعی تجربه های شخصی ایمان داشتن، چون هر روز میدونستن که شب میشه صبح میشه، درسته؟ فصل جا به جا میشه، هنر نیست که. امروز بیا انتظارتو یک کمی بالاتر ببر، امروز بیا انتظارت یک کمی عمیق‌تر بشه. از این خدای بی نظیر با یه انتظار بی نظیر اینجا بشین. آمین. امروز بیا انتظارت بیشتر از این باشه که چند تا سرود و این تئاترای زیبا، سرودهای عالی رو بشنوی، موعظه گوش بدی، بگی یکمی آرامش گرفتم. بلکه امروز با انتظاری بیا که بدونی نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. بیا امروز با یک انتظاری فراتر از داروغه‌های شب تصمیم بگیر که وارد سال 2020 بشی. چرا که تو همون مزمور 130 اسم خودم بالاش نوشتم که میگه اسرائیل برای خدا و امیدوار باشد، زیرا رحمت فقط نزد خداست. تو میتونی اسم خودتو بنویسی. من خیلی به این احتیاج دارم، همین دیشب نوشتم. زیرا نسرین به خداوند امیدوار باشد، زیرا رحمت فقط نزد خداست و نزد اون نجات فراوانه. عزیزان کلیسای آلفا و اومگا، بر خداوند امیدوار باش، زیرا رحمت فقط نزد خداست و نزد او نجات فراوانه. اگه خدا پسرش رو برای تو داد با اون فلاکت و بدبختی، تو اصلا جرأت میکنی به او شک کنی؟ اگه خدا پسرش رو به تو داد که تو امروز اینجا بشینی و امید در دل تو حرکت کنه به وسیله این پیام خدا، آیا به خودت جرأت میدی مثل داروغه های شب منتظر خدا باشی؟ هاشا. چرا که هیچ امری نزد خدا. و آخرین پیام غیر واقعی عیسی مسیح، خیلی غیر واقعی عزیزان، ولی درونش حقیقی ترین ارزش های الهی نهفته است. خدای کریسمس میخواد در قلب من و تو ساکن بشه. خدای عاشق به جان من و تو نه فقط کارایی میکنه که غیر واقعیه، بلکه عزیزان کارایی میکنه که آدم خندش میگیره. خدا انسان شد و خدا حالا میخواد بیاد در قلب من و تو ساکن بشه. باور میکنی؟ میتونی یه آمینی که پر از ایمانه به زبانت بیاد؟ چون کلام خدا میگه در انجیل یوحنا باب 1:10-13 میگه او در جهان بود، جهان به واسطه او آفریده شد، جهان او را نشناخت، نزد خواستان خودش اومد، خواستانش او را نپذیرفتند، اما به کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند این قدرت را داد عزیزان که فرزندان خدا بشن، نه از خون، نه از خواهش جسم، نه از خواهش مردمان، بلکه از روح خدا تولد بیابن. باور میکنی که امروز این میتونه نصیب تو بشه؟ امروز امید بزرگی دارم عزیزان که خدا به وسیله روحش این مهمترین، این عجیبترین، این غیر واقعی ترین پیام میلاد عیسی مسیح خودت تجربه کنی، خودت بچشی و ببینی عیسی، خدا در عیسی چقدر نیکوست. چون که جای عیسی عزیزان توی آخر نبود، جای عیسی روی صلیب نبود. از اونجایی که خدا خوشنود نبود در آسمان باشه، خدا خوشنود نبود در اون جا و جلال باشه، پس آسمان رو ترک کرد. امروز و هر روز یک اشتیاق عظیم داره که در قلب من و تو عزیزان اتراق کنه، خیمه بزنه. این اشتیاق خداست برای من و تو. این مفهوم حقیقی میلاد عیسی مسیحه. این مفهوم این همه اتفاقات غیر واقعی پیرامون کریسمسه
که تو از مرگ به حیات منتقل شی، از لعنت به برکت منتقل شی، از یه مخلوقی صرف بنده به فرزند خدا، مقام فرزندی منتقل شی. عزیزان، عیسی نیامد به ما فریضه‌ای بده، احکامی بده، قانونی بده، چیزایی رو به ما مخابره کنه عزیزان، بلکه اومد دست من و تو رو بگیره به خونه ببره. عیسی اومد تا پدر رو به ما بشناسونه. من اومدم تا پدر رو بشناسونه. ادیان خیلی حرفای قشنگ میزنن، خیلی خوبه، منم کاملا با این تز فکرشون 100% موافقم. همه این راه ها به خدا منتهی میشه. چه حرف صحیح، از این صحیح‌تر اصلا وجود نداره. همه ی راه‌ها به خدا منتهی میشه، اما فقط یک راهه عزیزان، یک راهه که به پدر منتهی میشه، یک راهه که به خونه منتهی میشه، یک راهه عزیزان. تمامی مذاهب وعده خدا میدن، ما رو پشت در خونه های بسته نگه میدارن. عیسی اومد تا تو حیات بیابی و آن را زیادتر حاصل کنی. از طریق چی؟ تولد تازه عزیزان. امروز بزرگترین تصمیم سرنوشت ساز زندگی تو میتونی بگیری. کسایی که اینجا عیسی مسیح رو نشناختن، تا قلبشون اون هیچ جایی نداره، امروز این دعوت برای توه. از طریق هر رسانه‌ای که دارین این پیامو میشنوین، امروز تو میتونی از طریق شنیدن این پیام تصمیمی سرنوشت ساز، نه فقط برای خودت بلکه برای تمام نسل‌های آینده‌ات بگیری. امروز خواهر برادر عزیزم، مهمونای عزیزم، تو حق انتخاب داری. خدا موت و حیات رو پیش روی تو گذاشته، خدا نور و تاریکی رو پیش روی تو گذاشته، خدا حیات و نیکویی رو و موت و مرگ رو پیش روی تو گذاشته و خدا میخواد که تو طریق حیات رو انتخاب کنی. عزیزان، به جز این تو نمیتونی تولد تازه رو تجربه کنی. یه مثال بزنم برای اینکه اگه خدایی نکرده تا الانم به قول ایرانی نیفتاده اون دو ریالی بیفته، از جهتی تولد تازه با تولد طبیعی خیلی فرق داره. در تولد طبیعی اون طفل، اون جنین، طفلک اصلا هیچ حق انتخابی نداره، فقط میدونه که باید به دنیا بیاد، درسته یا نه؟ حالا فرض کن، تصور کن خواهر برادر عزیزم، این کودک حق انتخاب داشت، این طفل حق انتخاب داشت و میگفت پیش خودش، میگفت وای من چرا به دنیا بیام؟ جو نرم، گرم، گموتلیش، رحم مادر چقدر گرم، آخه چقدر خرن اونایی که به دنیا میان، من همینجور میمونم، چه مکانی از این امتر. عزیزان، چه مکانی از این امتر، همینجا نرم، گرم، پر از امنیت، چه مکانی از این امتر میتونم پیدا کنم؟ اصلا این دقیقا همون اقامتگاهیه که ناامنه برای اون جنین، چون اگه بمونه به مرگ ختم میشه، به فساد و پوسیدگی ختم میشه. باور میکنی؟ اگه امروز تو پا پس بکشی، کسی که داره این پیامو میشنوه، با دردهایی که روح القدس در دل من به وجود آورده، با درد دارم میگم، با مشقت میگم، با رقتهایی که در قلبم به حرکت اومده دارم میگم، اگه امروز تو پا پس بکشی از دعوت بلند خدا برای تولد تازه که خودت باید انتخاب کنی و تجربه کنی، تمامی اون امیال طبیعی عزیزان که در اون جایی که امنه، در اون رحم امنی که الان هستی و چیزی رو فراتر نمیبینی، که از محیط زیسته، از ژنه، از تمام این چیزهایی که به تو اومده، هر چی که پا پس بکشی امروز و فردا کنی، در تو ریشه‌ای‌تر، حاکم‌تر میشه و در نهایت عزیزان در بهترین شکلش تو رو به مرگ و فساد و مرگ ابدی، تنهایی ابدی منتقل خواهد کرد. امروز خدا با تو سخن گفت.
خدای کریسمس کلامش یاف شد امروز. خدایی که آسمان ها گنجایش او رو نداره. خدایی که تمامی عالم ها رو آفرید. خدایی که فروغ جلال خداست. خاتم جوهر خداست. خدایی که به کلامش حامل تمامی آنچه که حتی تو داری نفس میکشی، او که بود و هست و خواهد آمد، امروز میخواد با اشتیاقی وافر سفری به اعماق قلب تو بکنه عزیزان. میخواد قلب تو رو امروز پر از نور و حیات بکنه تا میلاد حقیقی رو ندارن جشن ها و عادت کنه تصور کنی، هرکه در قلب تو باشد جشن و شادی حقیقی، خوشی روح القدس. آیا امروز در قلب تو جایی هست برای خدای محبت؟ آیا امروز کسی هست اینجا که قلبشو باز کنه و بذاره خدا در اون استبل، قلب من که یه استبل بدبو پر از لجن بود، حتی در بهترین شکلش هم قلب های ما استبل عزیزان، و خدا میخواد در اون استبل متولد بشه، میخواد زندگی و سرنوشت تو رو دگرگون کنه. فقط کافیه که به فقر و مسکنت خودت پی ببری، کافیه که دستای ایمانتو بلند کنی تا این فیض رو دریافت کنی، چون کلام خدا میگه اگه در دل خود ایمان بیاری و به زبان خود اعتراف کنی که عیسی مرد و برخاست به خاطر گناهای تو و از مردگان قیام کرد، هر آینه نجات رو نه در گفتار نه در احساس بلکه در روح تجربه خواهی کرد. آمین. امروز روز نجاته. هر که نام او را بخواند نجات می‌یابد. هر که امروز بر نجات او توکل کند شرمنده از این در بیرون نخواهد رفت. چشمای خودمونو ببندیم و چند لحظه میخوام دعا کنم. ای خداوند، ای خدای عالی، ایمان دارم تو سخن گفتی، ایمان دارم خداوند از عمق‌های دلت با بنی بشر سخن گفتی امروزم، چون از صبح پیدایش تو دنبال انسان بودی، تو دنبال انسان بودی، ای آدم تو کجایی؟ انبیا رو فرستادی، قربانی ها دادی خداوند، چون تو دنبال انسانی، چون دنبال آدمی تا او رو شریک حیات خودت بکنی، تو او رو در اتحاد الهی خودت در اون رقص تسلیس پدر پسر روح القدس که تمامی این ناامیدی ها و ترس ها، تمامی این چه کنم ها، تمامی این سوال های بی جواب، تمامی این خله ها، تنگی ها، تمامی این بی خود بودن ها در او حل میشه. خداوند تو میدونی انسان به چی نیاز داره. به یاد میاریم که اگوستین قدیس، اون پسر تو که هوشمندانه با تو ارتباط داشت، چی گفت؟ اگر انسانی در او قرار نگیره هرگز آروم و قرار نخواهد گرفت. بذاریم در این لحظات پایانی عزیزان در سکوتی که دوباره میخواییم با این سکوت مقدس به پایان برسونیم، به پیامی که خدا داشت فکر کنید، تعمق کنید، تا نه فقط به پیام فکر کنید، نه فقط روح القدس قلب های شما رو شخ بزنه، قلب های شما رو از اون روح مذهب، تعصب، ترس، اون دیوارها، اون دش هایی که شیطان توی مغز ما داده، ذهنای بی فهم ما رو بسته تا تجلی درخشان انجیل رو نبینیم. امروز خیلی قوی احساس میکنم در این سکوت روح القدس حرکت میکنه، حرکت میکنه، تمام اون دش ها، دیوار ها، تمام اون ترس ها، تعصبات رو فرو میریزه. برای کلیسا این پیامه، برای این کلیسای خداوند، کسی که قلبش رو به عیسی مسیح داده، این پیام رو خدا داره میده که در این سکوت خدا میخواد کسایی هستن اینجا با اینکه ایمان دارن ولی خودشون رو هنوز پیدا نکردن، شخصیت حقیقیشون رو در این خدای شخصیت من پیدا نکردن، برای همین دنبال حسشه ها هستن، دنبال انسان ها هستن، دنبال دلسوزی های خودشون هستن. این خدایی که سرچشمه تمامی نیکویی های محضه میخواد کلیسا
در این سکوت، در این تعمق، قلبی در او ایجاد شد که در سرسپردگی تسلیم حقیقی بیشتر و بیشتر در این اتحاد با خدایی که شخصیت حقیقی خود حقیقی مونو عزیزان فقط و فقط در عیسی مسیح پیدا میکنیم. اینقدر نگرد دنبال خودت، خدا میگه میخوام خودم باشم، میخوام زندگیمو بکنم. ایمان داری که روی این صندلی ها نشستی، این تفکر زندگی تو از دست میدی، چون زندگی حقیقی فقط و فقط در سرسپردگی و تسلیم با این خدای کریسمس به دست میاد. سکوت کنیم، بعد از این سکوت با قلبهایی که مملو از عشق و آگاهیه خداوند جلال رو بپرستیم.